با درود دوستان و همراهان عزیز، الا هستم آسترولوژر شما. در این ویدیو قصد داریم فرکانس ها و ارتعاشات رو به وسیله دی ان ای بررسی کنیم. هر کاری که روزانه انجام می دهیم و غذاهایی که می خوریم حاوی ارتعاشات مشخصی هستند و تأثیراتی بر بدن و کاربرد انرژی درونی ما دارند. دکتر فریتز آلبرت پاپ میگوید تمام مولکول های زنده دارای نور هستند و منبع نور آنها از دی ان ای می باشند. دی ان ای می تواند چندین ارتعاش و فرکانس از خود ساطع کند. به همین دلیل است که هر کدام از ما بخشی از نور و انرژی هستیم. دکتر رایموند رایف توانست با کشف ارتعاشات بسیاری از ویروس ها و باکتری ها را از بین ببرد. نیکول تسلا گفت اگر بدن انسان با ارتعاشات دنیای اطراف یکی شود، بدن در مقابل خیلی از بیماری ها و ویروس ها ایمن خواهد شد و ثابت شده که هر انسان و موجودی دارای ارتعاش و فرکانس خاص در درون خود هست. فرکانس ذهن انسان بین 79 تا 90 مگاهرتز متغیر است. فرکانس بدن 62 تا 68 مگاهرتز. نشانه های سرماخوردگی 58 مگاهرتز. سرطان 42 مگاهرتز. در لحظه مرگ یعنی شروع مرگ 25 مگاهرتز. غذاها و کنسرویجات که نگه دارنده دارند 0 مگاهرتز. سبزی های خشک 12 تا 22 مگاهرتز. سبزی های تازه 20 تا 27 مگاهرتز. روغن ها 52 تا 320 مگاهرتز. فرکانس و ارتعاش بدن سالم 62 تا 68 مگاهرتز و این فرکانس هنگام بیماری به 58 مگاهرتز افت می کند. فرکانس های بدن ما به شدت تحت تاثیر موادی است که مصرف میکنیم. همچنین آزمایشات متعددی بر افکار مثبت و منفی انجام شده و ثابت شده که افکار مثبت 10 مگاهرتز ارتعاش و فرکانس بدن را بالا برده و افکار منفی 12 مگاهرتز ارتعاشات را پایین می آورد. با مراقبه و مدیتیشن می توان 15 مگاهرتز ارتعاش بدن را بالا برد. به همین دلیل هر فرد سالم از نظر روحی و جسمی در طول زندگی خود به یک راه روحانی و معنوی نیاز دارد. سعی کنید از اسانس های طبیعی مثل اسانس گل سرخ که بالاترین فرکانس را دارد، یعنی 320 مگاهرتز، برای متعادل سازی روحتان استفاده کنید. این اسانس های طبیعی حتی برای باز کردن چاکراها و مراکز انرژی هم بسیار مفید و مثبت هستند. هنگام بویدن این اسانس های طبیعی بخشی از مغز به نام آمیگدالا تحریک می شود. همونطور که می دانید حتی ارتعاشات موسیقی هم بر رشد و نشاط گیاهان تأثیر دارند. از غذا و موسیقی گرفته تا مکانها و بوها و افکار همه تأثیرات زیادی بر جسم و روح ما دارند. مثلا زمانی که یک موسیقی با محتوای منفی و رکیک باعث پژمردگی گل و گیاه می شود، مطمئن باشید بر روح و مغز انسان تأثیرات مخربتری دارد. پس به هر چیزی که برای خودتان انتخاب می کنید دقت داشته باشید و ارتعاشات خود را همواره بالا نگه دارید. سعی کنید وقتهای آزادتان را در طبیعت سپری کنید و با طبیعت، درختان و گیاهان ارتباط برقرار کنید. به امید صعود همگی ما به بُعدها و فرکانس‌های بالاتر.